سلام، هپی ترزدی دیگه نمیتونم بگم، چون که یه پنجشنبه صد دیگه هستش برای ما ایرانیا. هر جای دنیا که هستیم فرقی نمیکنه که چقدر از ایران دوریم یا چند سال از ایران دوریم، هر جای دنیا که هستیم الان هممون حالمون خوب نیست و هممون امیدوار روزای بهتر هستیم. توی این زمینه یه چیزی یادم افتاد که احساس کردم که وظیفمه که بیام بگم، و اونم اینه که روی صحبتم با آدمای شناخته شده تر هستش، مثل هنرمندا، خواننده ها، بازیگرا، ورزشکارا، آدمای شناخته شده تر، که نظر من اینه که الان نقششون میتونه خیلی پررنگ، همدلی و همراهیشون الان خیلی مهمه. به هر شکلی که میتونن بیان به مردم شجاعت بدن، بیان قاطی مردم بشن، حتی اگه مثل امین حیایی بیان یه چیز الکی بیمفهوم بگن، حتی اگه مثل مهران مدیری بیان سربسته حرف بزنن، یکی به در بزنن، یکی به دیوار بزنن، حتی اگه مثل کتایون ریاهی بیان موهاشون رو نشون بدن ولی همچنان یه چیز شال اینجا بذارن برای روز مباداشون، به هر شکلی که میتونین. خواستم بگم رامبد جوان، مردم ایران فقط به خندیدن احتیاج ندارن، بعضی وقتا آدما لازم دارن بشینی پای گریه هاشون حرفاشون رو گوش بدی. منم اینجا میدونید که هستم که انرژی بدم و انرژی بگیرم، الان وقت اون نیستش. الان وقت ترانه علی دوستی، دست درد نکنه که برای زنای ابیوز شده توی سینما ستاد تشکیل دادی، باید میکردی، دست درد نکنه، ما قدر شناس هستیم، ولی الانم بیا پشت مردم باش. هدیه تهرانی، دست درد نکنه که برای محیط زیست ایران انقدر زحمت میکشی و تلاش میکنی، ما قدردانتیم، آفرین بهت، ولی الانم مردم تو رو توی خیابون لازم دارن، لازم دارن که بیا یه حرفی بزنی. داریوش مهرجویی، بهت یک دونه مجوز ندادن که فیلمی که زحمت کشیدی برای مردم ساختی، دست درد نکنه که ساختی، ولی چون مجوز نگرفتی اومدی توی دوربین هر چی از دهنت در اومد گفتی، تا حقتو گرفتی، مجوزتو گرفتی. فاطمه معتمداریا، لیلا حاتمی، مهتاب کرامتی، پیمان قاسمخانی، ویشکا آسایش، بهار رهنما، سحر زکریا، شقایق دهقان، سحر ولد بیگی، شماها هیچ کدوم از جنس اینا نیستید، شماها همه مخالفید. من با تک تکتون مشروب خوردم، شماها آدم جمهوری اسلامی نیستید. چرا ساکتید؟ چرا پشت مردم در نمیایید؟ اینجا وقتی یه اتفاقی میفته، وقتی دولت آمریکا یه خرابکاری میکنه، مردم که میریزن بیرون میخوان حقشون رو بگیرن، مدانا میاد تو خیابون، سلنا گومز هم میاد تو خیابون، جی جی حدید هم میاد توی خیابون، همه میان تو خیابون پشت مردمشون. درسته شما هم یه جابی دارید، مثل اون کسی که خوشرویی داره، مثل اون کسی که مکانیکی داره، مثل اون دکتره، مثل اون وکیله، شما هم جابتون بازیگریه، I understand، ولی وقتی اون کسی که خوشرویی داره میاد تو خیابون، کسی اونقدر نمیشناستش که خوشرویی‌ام اومد پس منم برم، اما شما رو همه میشناسن. وقتی بیای توی کامرا، آقا این روسری لامصب چقدر ترس دارید آخه، این روسری رو در بیار، بگو من دیگه سرم نمی کنم. من الان آره، اگه 1000 نفر بکنن میگیرنشون، ترس داره، میکشنشون، زندان میندازنشون. 10,000 نفر بکنن میگیرن، میکشن، زندان میندازن. 40,000,000 نفر بکنن هیچ کار نمیتونن، زندان 40,000,000 جای دنیا وجود نداره، هیچ کار نمیتونن بکنن. همه یه بازیگرا، شماها این روسریاتون رو بردارید، بازیگر دیگه ای نمیمونه، دیگه نمیتونن همه تون رو ممنوعال کار کنن. تلویزیون احتیاج به بازیگر داره، سینما احتیاج، انجمن سینماگران، انجمن موسیقیدانان، انجمن خوشنویسان، هنرمندان. هنرمند بودن یعنی چی؟ هنرمند بودن یعنی ارتباط با مردم برقرار کردن. اگه شما بلد نیستی با مردم ارتباط برقرار، فقط با دولتتون بلدید ارتباط مسالمت آمیز داشته باشید، دیگه شما هنرمند مردمی نیستید. مردم الان به شجاعت بیشتر احتیاج دارن، و شجاعت رو الان از شماهایی که تو خود ایرانید میتونن
بگیرن. از منی که اینجا نشستم هرچی بگم گی نشستم بر دنیا میگه لنگش کن، ولی اگر ببینه که پیمان قاسم خانی، مهراب قاسم خانی، علی کریمی، علی دایی وسط مردمه، بقیه مردمم میرن گن ای دید این به اون میگه، اون به اون میگه. صدای ما قرار نیست به گوش دنیا برسه، دنیا برای ما هیچ کار نمیکنه. سالها پیش که سر جریان دستبند سبز بود میزدم جنبش سبز، اینجا ما داشتیم خودمونو میکشیم، سوشال میدیا هم که نبود، همش پای تلویزیون این اون خبرها رو میدیدیم، اینو به اون بگو. چی شد؟ فرداش مایکل جکسون افتاد مرد، تموم شد. ندا آقا سلطان که اون موقع همش تو سی ان ان و فاکس نیوز و این و ایرانی ها ریخته بودن بیرون، تموم شد. پوشش خبریش به یه مرگ مایکل جکسون وابسته بود. اینا دلشون برای ما نسوخته. مرگ مایکل جکسون تمام جنبش سبز و صداشو خوابون تو همه جای دنیا. صدای ما تو خودمون باید بچرخه. ماییم که مسئول زندگی خودمونیم. این همه دوستای آمریکایی من الهی به من زنگ زدن چی شده ایران، بگو چی شده. خب بهشون میگم چی شده، چیکار میتونن بکنن؟ فقط میخوان خبر بگیرن، فضولی کنن ببینن چه خبر بوده. آیا کاری میتونن؟ اگه کاری بتونن بکنن، من الان راه میافتم با یه بلنگو از تو همین ماشین جیغ میزنم بیاید به مردم ایران کمک کنید. چیکار میتونن بکنن؟ آیا جلوی پوتین و راشا رو تونستن بگیرن؟ billions of دلار داره آمریکا داره خرج میکنه برای اوکراین، تونست جلوی پوتین رو بگیره، وحشیگری پوتین رو بگیره که بتونه؟ تازه پوتین اومده به یک کشور دیگه حمله کرده، یعنی به یک کشور دیگه دستاندازی داره میکنه، نمیتونن جلوشو بگیرن دیگه. چه برسه مشکلات داخلی یک کشور؟ مشکلات داخلی یک کشور فقط از داخل یک کشور حل میشه. انقدر نشینید وقت و انرژی بذارید صدای ما به دنیا برسه، هشتگ بزنید صدای ما به دنیا برسه. صدای ما باید به مسئولان ما برسه، به دنیا برسه. دیده الان فکر میکنید دنیا نمیدونه ایران چه خبره؟ حالا الان که چی تو این یه هفته؟ شما فکر میکنید قبل از این یه هفته دنیا نمیدونست ایران چه خبره؟ اون کسی که باید بدونه میدونه، ولی کاری نمیاد بکنه، نه وقت میذاره، نه انرژی میذاره، نه پول میذاره، نه جون میذاره. حالا دوتا بیاد مثلا رئیس جمهور آمریکا یا رئیس نمیدونم سازمان ملل بیاد، همشون کشکن اینا. فقط و فقط باید دستمون رو بزنیم رو زانوی خودمون بلند شیم و مشکلمون رو حل کنیم. و چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ این که با هم متحد باشیم. چجوری میتونیم با هم دیگه متحد باشیم؟ این که به هم شجاعت بدیم. کی میتونه این شجاعت رو به همون بده؟ آدم های شناخته شده تر بیان قاطیمون ترس ما رو بریزن. اگر این آدم های کل گندهی که حالا من اسمشون هم یادم رفته، نوید محمدزاده تو رفتی فرانسه یه بوس زن نازنین تو کردی، اون شرار رو به پا کردن، الان این دهن بستی؟ محمد رضای گلزار که خوشتیپ ترین پسر ایرانی و نصف دخترای ایران برات قش میکنن، چرا دهنتو بستی؟ بذار، یا دو تا راه داره، یا بیکار میشی که همه از دم بیکار میشن، یا اینکه همه از دم کاری که دوست دارن انجام میدن، یه نفس راحت میکشن. دوستان عزیزی که الان میخواید بیاد با من مخالفت بکنید، با شما هم حرف دارم. اونایی که با من موافقی که حرفی نمیمونه، هممون با هم دیگه روی یه پیجیم و باید فقط دست به کار بشیم. اونایی که مخالفی چند دسته هستید؟ یه دستتون اونایی هستید که میگید شما که رفتید از ایران دیگه اصلا نباید حرف بزنید، به شما ربطی نداره که دخالت کنید. خدمتتون عرض شود که سخت در اشتباهید. من به عنوان یه آدمی که توی ایران به دنیا اومدم، اونجا بزرگ شدم، زندگی کردم، همه خانواده‌ام، همه زندگی‌م الان هنوز که هنوز اونجا هستش، و آدمیم که دارم تمام این اخبار رو فالو میکنم، برام مهمه، حق دارم راجبش حرف بزنم. یه آمریکایی نیومده به شما بگه چیکار کن چیکار نکن که بگی به تو ربطی نداره. یه دانمارکی نیومده، یه دونه آنگولایی نیومده. من از همون خاک به دنیا اومدم، بنا به شرایطی که به وجود آوردید مجبوریم که یه عده بیایم از ایران بیرون. این برای اونا. یه عده دیگه هستن که میگن شما که عده دیگه ای که میگن شما ها که رفتید از ایران دارید این کارا رو میکنید که ما بریم بیرون خودمون و بچه‌هامون کشته بشیم، شما ها با خیال راحت برگردید بیاید ایرانتون. من خدمتون عرض بکنم که از قول خودم میگم، میدونید که من ایرانو چقدر دوست دارم، بچه‌م چقدر ایرانو دوست داره، من تمام خانواده‌م از دم ایرانن.
ایران زندگی دارم، زندگی بزرگی دارم. دارم توی قشنگترین کوه ایران، قشنگترین ویلای ایران با قشنگترین ویو رو دارم میسازم و برنامه زندگی ما این بودش که توی همین سالهای آینده بیایم یه چند سال ایران زندگی بکنیم، چون که نوا خیلی ایران رو دوست داره، چون خیلی دوست داره کنار خانواده باشه و میخواستم که تجربه مدرسه رفتن تو ایران رو تو زندگیش داشته باشه. این از برنامه آینده زندگی من که تا حالا بهتون نگفته بودم، الان دارم میگم. ولی تو همین نقطه جپردایزش کردم تمام برنامه زندگیمونو. این همه برنامه ریزی و سرمایه گذاری که تو ایران کردم و تو این نقطه که دارم همین الان این حرفا رو به شما میزنم جپردایز شد، چون من احتمالاً دیگه پامو ایران نخواهم تونست گذاشت با وجود این آدما، یا اینکه اینا میرن من با خیال راحت میام اونجا و زندگیمو میکنم مثل یک انسان آزاده که بدونم یه کاری انجام دادم برای مردمم، برای مملکتم، یا اصلا دیگه نمیام. یه روزم خیلی دلم خواست که تجربه زندگی توی میدل ایست و خودم داشته باشم یا بچم داشته باشم، میرم ترکیه. اون بغل هم خوشگلتره، هم آزادی داره، دایورسه، به همه اجازه زندگی میده. حالا شاید به اجازه حرف زدن به همه ندن، ولی حداقل هر کسی اجازه زندگی داره، اون کارو میکنم. پس این فرضیه هم که غلطه، چون من از همین نقطه دیگه اصلا احیانا دیگه هیچ وقت نخواهم دیگه تونست که بیام ایران. حرف سومم با اون مخالفینی هستش که اصلا هیچ جوره هیچ کدوم از ما رو قبول ندارن و میگن همین که هست ایرانو ملک پدریشون میدونن و فقط میخوان که عقایدشون رو به دیگران زور کنن. میدونم که تو پیج من خیلی زیاد هستید. یادتونه یه روزی اومدم گفتم اگه ایران گرونیه آمریکا هم گرونی شده. همه شما نمیدونم به اسمتون رو چی بذارم، آدمای مثلا حزب اللهی اسمتون یا طرفدار دولت، هر چیزی که اسمتون هست، ریختید تو پیج من، تمام حرفامو تیک تیک کردید، تو واتساپ ها پخش میکردید، اینقدر اومدید از من تشکر کردید که تو چقدر واقعی هستی، آفرین کردید، ما فکر نمیکردیم یه آدم بی حجاب اینقدر آدم خوبی باشه. الانم این حرفا رو از همون آدم بی حجابه که فکر میکردید آدم خوبیه گوش بدید. دوباره بیاید این ویدیو رو تیک تیک کنید تو پیجای خودتون و دوستای خودتون و هم عقیده‌ای‌های خودتون، بیاید منتشر کنید. این قشنگ نیست که تو فقط توی یه منطقه، توی یه ایریا که اسمش کشوره خوشحال باشی، همسایه بغلیت هم باید خوشحال باشه. فقط عقیده تو نیست که مهم، عقیده تو هم مهمه. این که اگه یه کسی بیاد توی ایران سر کار و نذاره که تو مسجد بری، نذاره که تو روسری سرت کنی، حق زندگی رو از تو گرفته. تو حق داری هر جوری که دلت بخواد لباس بپوشی، اصلا صورتتو بپوشونی، پاتو بپوشونی، سرتو بپوشونی. اون همسایه بغلیت هم حق داره. لامصب این چیه؟ ببین چقدر قشنگه، موه دیگه چیز قشنگ قشنگه، چرا باید مخالفت بکنی؟ این مو مثل دسته، تازه جونم نداره، نگاه کنی جوش کنی کندم میشه، میبینی؟ جونم حتی نداره. این الان مشکلش چیه که اگه یک عده انسان، میلیون ها آدم دلش میخواد بابا این هوا بخوره، بذار بخوره، چه اتفاقی آخه میره؟ یه ذره فکر کنید، یه ذره واقعا تو که انقدر الان انقلابی هستی، تو پیج منم هستی، با خودت بشین. الان میرونم میگی که دینم گفته. آخه دین یه اعتقاده، یه اعتقاد و یک نظریه نباید تحمیل بشه. مثل این که من به نظر من قهوه دارک بدون شیر و شکر خیلی خوشمزه است، این نظر منه، نمیتونم بیام تحمیلش به کسی که دوست داره یک عالم شیر و شکر با. میتونم بهش بگم میدونی راستی شکر زیاد خوب نیست، لبنیاتم دیگه داره از رده خارج میشه، میگن برای بدن، ولی نمیتونم برم این کاپ کافیشو گرب کنم بگم تو نباید بخوری چون برات بده. بسار براش بد باشه، خودش انتخاب، یا شاید دلش بخواد اون آدم هارد اتک بگیره، شاید یکی میخواد انتخاب کنه بره جهنم. اینقدر زندگی خودتو اعصاب نه، اگه واقعا اعتقاد داری به این موضوع که حجاب برای آدم ها خوبه و باید برن بهش، باید برن بهش از نظر تو، ولی یکی نمیخواد به انتخابی قربون شکلت برم عزیز دل من. یه بار دیگه بشه
که داری میخوابی به این موضوع فکر بکن. اون خانومی که اومد توی اتوبوس با اون دختر سر حجاب دعوا کرد و اون دختر زندان افتاد برای ماه‌ها، کتک خورد، از خانوادش دور بود، این همه خانوادش نگران، مردم ایران ناراحت. آخه من میخوام ببینم این خانوم چادریه که باعث شد که با امر به معروف و نهی از منکرش این همه آدم ناراحت بشن و یک آدمی کتک بخوره زجر بشه. اون این بهش میگه آفرین به تو، نمیگه هیچ دینی به اون آدم نمیگه آفرین، به خاطر اینکه اون دختر نه قاتل بود، نه جانی بود، نه جون مردم رو به خطر انداخته بود. امر به معروف و نهی از منکر یعنی اگه ببینی یک کسی داره آزار میرسونه، بیهجابی آزار نیست. من الان نشستم با این موها بیرون، الان آزارم به یه دونه مورچه‌ام که از اینجا رچه. آزار یعنی این، تاچش کنی دردش بیاد، بکشیش، پول مردم رو بخوری، حق مردم رو بخوری، اینا حق خوردنه. اون خانم چادری توی اتوبوس حق اون دختر نازنین رو، زندگی رو، از زندگیش رو داغون کرد. زندگی اون دختر تا آخر عمرش داغون شد، خودش و خانوادش. پس اینا امر به معروف و نهی از منکر نیست، اینا آزار دادنه، اینا زجر دادنه. دختر انقلابی عزیز، پسر انقلابی عزیز، یک بار دیگه بشین راجع به چیزایی که گفتم فکر بکن. ببین اون خدای مهربان و بخشندهی که تو بهش ایمان داری دوست داره که یک نفر دیگه تو عذابش بدی به خاطر وجود اون خدای. اون خدا اینقدر بخشنده است میگه ولش کن، بذار من خودم میدونم با بنده خودم چیکار کنم. اینا رو در نظر بگیر. به نظرت اگه درست اومد این ویدیو رو تیکه تیکه کن، مثل همون دفعه قبل که ویدیوهای من تیکه تیکه کردید فرستادید تو گروه های واتساپتون، بفرست بگو بچه ها بیان یه بار دیگه هم از این زاویه به قضیه نگاه کن. برجهدیم برای دوستای انقلابی، برای دوستای عزیزی که قلبم باهاتونه، اونایی که الان تو خیابونی، جونتون کف دستتونه، بهتون میگم دمتون گرم، شماها آزاده اید، شماها انسان آزاده اید. اونایی که دارید فکر میکنید برید نرید، فقط بهتون میگم بدونید اگه عده زیاد باشه اون اتفاقی که ازش میترسید هیچ وقت نمیافته. ترس یه احساسه. من همیشه به نوا میگم نوا ترس یه احساسه یا ناراحتی یه احساسه، تو یه انسانی، تو باید به اون احساس غلبه کنی. امیدوارم با وجود و حضور و دلگرمی هنرمندا، آدمای شناخته شده تر، حتی اینفلوئنسرها، وای نات، حتی تمام اینفلوئنسرها، هنرپیشه ها، ورزشکارا که وسط جمع باشن، همه میان، دهن به دهن میرسه، همه میان. امیدوارم که این دفعه مثل جنبش های قبلی فقط با از بین رفتن جون یه عده عزیز و نازنین و زندانی شدن یه عده نازنین دیگه همه چیز فروکش نکنه و اینکه دولت جمهوری اسلامی به خدا اتفاقی نمیفته اگر که 4 حق بدید به مردم. این همه آدمایی که توی دنیا، تو همین مملکت آمریکا، اروپا، همه سردمدارا مزدورن، همه میان که قدرت داشته باشن، که زور بگن، که حرفشون رو به کرسی بشن، اما یه 4 آزادی مو رو دادن به مردمشون. شما هم این کار رو بکنید، کسی قدرت رو نخواست از شما بگیره. آدم ها حق زندگی فقط میخوان، آزادی. آقا یه پوشش خودشون رو فقط میخوان که انتخاب بکنن. قدرت اصلا مال شما، ولی اجازه نفس کشیدن به آدم ها. نفس آدم ها رو اینجا نگیرید. دولت جمهوری اسلامی با شما هم. برای آخرین بار میگم اون چیزی که ازش میترسید اگر عدتون زیاد باشه اتفاق نمیفته. این رو سریا رو در بیارید، بندازید پشتتون، به عنوان کیپ ازش استفاده کنید، قدرتتون بشه، سوپر هیرو بشید، شنل پشتتون رو سریا بندازید پشتتون، سوپر هیرو برید حقتون رو بگیرید. من الان برم خونه روسریمو آتیش میزنم. من دیگه با روسری، من نغمه از همین تریبون اعلام میکنم، من دیگه با روسری ایران نخواهم اومد. الان که رفتم خونه روسریمو جلوی چشمتون آتیش میزنم، دیگه زیر ننگ حرف زور روسری من تو زندگی نمیرم. شما هم نرید. آقا یه دونه حق روسری رو که دیگه میتونید بگیرید. 1000 دزدی میکنید، کثافتکاری میکنید، همه کار میکنید، یه دونه حق روسریه.
حق انتخاب لباس رو بگیرید برای خودتون. هنرمندا، I'm begging you، التماستون میکنم به مردم بپیوندید. باور کنید حضورتون خیلی مهمه. اگه همه تون باشید نمیتونن ممنوع کارتون کنن، نمیتونن زندان بندازنتون. زندان چندین میلیونی وجود نداره. هنرمندا، ورزشکارا، خواننده‌ها، بازیگرا، حضور شماها مهمه. میخواید بپوشید میرید جشنواره فجر، پدرتون رو در میاره. آقا توی جشنواره خارج از کشور زن تو بوسیدی، اومدن اون شرار رو برات به پا کردن. پس بلند شو، الان وقتشه. این وقتم بگذره میره 20 سال دیگه. به مردم بپیوندید. تنها راه حل مشکل وجود شما هنرمندا هستش. توی میدون بیایید، مردم رو تنها نذارید، بهشون شجاعت بدید، خودتونم معترضید. یک دونه لباس نکنید این کارو. I'm begging you، لطفاً لطفاً به داد مردم و به داد درد دل خودتون برسید. درد دل خودتونم همینه. من لباس که تو جشنواره فجر میپوشید میان اون قیامت ها رو براتون به پا میکنن. پس بلند شید، بلند شید، به یه استوری و هشتگ رضایت ندید. برید تو بغل مردم، حمایتشون کنید، شولدر تو شولدر، برید کنار مردم. همین، فقط راه حلش همینه. حضور شما عزیزه، I'm begging you، I'm begging you، لطفاً